فصل 45 چگونه سانکوپانزای اعظم جزیره را متصرف شد و به چه طریق حکومت خود را آغاز کرد. ای که به روز و شب هر دو طرف عالم را روشن می کنی، ای مشعل جهان، ای چشم آسمان، ای که مبتکر تکان دادن کوزه های خنک کننده آب گوارایی. بانویس: در آن زمان در اسپانیا تنگهای بلورین یا کوزه های آب را در فصل تابستان در معرض نسیم تکان می دادن. و این وصف عجیب را سروانتس به همین مناسبت برای خورشید آورده است. توضیح لوی ویراردو مترجم فرانسوی دونکی شد. ادامه داستان: ای که در سرزمینی به فیبوس مشهوری و در کشوری به تمبریوس، ای که یکی کماندارت می خاند و یکی طبیبت داند، ای پدر شعر و ادب و ای مبدع نغمه و موسیقی، ای که همواره بیداری و هرگز به خواب نمی روی، ای خورشید جهان افروز، روی سخن من با توست. با تو ای آفتاب که آدمیان در پرتوت تولید نسل می کنند. با تو هم که مگر مرا یاری دهی و تاریکی فکر و روح مرا روشنی بخشی تا بتوانم شرح حکومت سانکوپانزای اعظم را نکته به نکته و مو به مو انشاد کنم و برشته تحلیل کشم، که احساس می کنم که بی تو موجودی ضعیف و پریشان و ناتوانم. باری سانکو زودی با ملازمان خود به قصبه ای رسید که 1000 تن سکنه داشت و یکی از آبادترین قصبات املاک دوک بود. سانکو را مطلع ساختند که نام آن محل جزیره ارزان آباد باراتاریاست. حال معلوم نیست که واقعا نام آن قصبه ارزان آباد بود یا میخواستند بدین وسیله به سانکو بفهمانند که چه ارزان به حکومت رسیده است. وقتی سانکو به دروازه های قصبه که محصور از دیوارهای بلند بود رسید، اعضای انجمن شهر به استقبالش آمدند. ناقوس ها را به صدا در آوردند و در میان فریاد شادی و همهمه شوق و هیجان که از مردم برمیخواست، او را با شکوه و جلال تمام به کلیسای بزرگ بردند تا خداوند را حمد و سپاس بگذارد. سپس با تشریفات مضحک و شورانگیزی کلید شهر را به دستش دادند و او را به حکومت ابدی جزیره ارزان آباد منصوب کردند. طرز لباس و ریش حاکم جدید و چاقی و درشتی جسه و کوتاهی قامت وی تمام کسانی را که از این معما بیخبر بودند و نیز تمام کسانی را که از آن اطلاع داشتند و عده ایشان نیز بسیار زیاد بود به حیرت و تعجب انداخت. عاقبت پس از خروج از کلیسا او را به دارالحکومه بردند و بر مسند قضا نشاندند. در آنجا پیشکار دوک به سخن پرداخت و چنین گفت: ای جناب حکمران، در این جزیره رسمی است کهن که هر که بر مسند حکومت آن قرار گیرد باید نخست به سؤالی که از او می کنند جواب دهد، هرچند که این سؤال قدری پیچیده و بغرنج باشد. از جوابی که حکمران به این سؤال می دهد مردم هوش و فراست او را می سنجند و به همان نسبت از آمدن او شادمان یا غمگین می شوند. در حینی که پیشکار بدین گونه سخن می گفت، سانکو به کتیبه های متعددی که با حروف درشت بر روی دیوار مقابل تخت او نوشته بودند می نگریست و چون خواندن نمی دانست پرسید که این نقش های کشیده بر دیوار چیست؟ یکی گفت: قربان، بر آن الواح
تاریخ روزی را ثبت کردند که حضرت اشرف حکومت این جزیره را به دست گرفته اید و متن کتیبه چنین است: امروز که چندم ماه فلان از سال فلان است، حکومت این جزیره به جناب دون سانکو پانزا تفویض گردید و امید است که معظم الله سالیان دراز در این سمت بماند. سانکو پرسید: و منظور از دون سانکو پانزا کیست؟ پیشکار گفت: منظور از آن شخص حضرت اشرف هستید، زیرا به جز شما که اکنون بر این مسند نشسته اید، تا به حال پانزای دیگری بدین جزیره پا ننهاده است. سانکو گفت: بسیار خوب برادر، پس باید بدانید که من لقب دون ندارم و هیچ یک از افراد خانواده من نیز چنین عنوانی نداشتند. نام من فقط سانکو پانزا است. پدرم سانکو نام داشت و نام پدر بزرگم نیز سانکو بود و همه به پانزا ملقب بودند و عنوان دون و عناوین دیگر به دنبال اسمشان نبود. من گمان می کنم که در این جزیره لقب دون از ریگ بیابان هم بیشتر باشد. به هر حال صحبت در این زمینه کافی است. امیدوارم که خداوند به من توفیق بدهد. به خدا اگر من 4 روز هم حاکم این جزیره باشم، ریشه این دونها را که مانند پشه و مگس اسباب آزار و اذیت مردمند خواهم کند. حال آقای پیشکار بیایند و سوال خود را طرح کنند و من نیز خواهم کوشید که حتی المقدور جواب صحیح بدم، خواه مردم از آن غمگین شوند یا شادی کنند. در این اثنا 2 نفر وارد دیوان عرایض شدند که یکی جامه دهقانان در برداشت و یکی خیاط، زیرا در دستش قیچی خیاطی دیده می شد. خیاط گفت: جناب حکمران، من و این دهقان به اتفاق خدمت رسیده ایم و تظلمی داریم. توضیح آن که این مرد محترم دیروز به دکان من آمد. به حضور جناب حکمران و حضرات معظم جسارت نباشد. چاکر به لطف و کرم خداوند استاد خیاط است. و در حالی که یک تکه پارچه به دست من میداد پرسید: خیاط باشی، آیا از این پارچه کلاهی برای من در می آید؟ من پارچه را اندازه گرفتم و گفتم بلی. آن وقت به گمانم این مرد به شک افتاد که ممکن است من از پارچهش بدزدم و شاید قیاس به نفس رذل و پست خود کرد یا به سوء ظنی که همه نسبت به خیاطان دارند دوچار شد و باز گفت که استاد ببین آیا ممکن است از این پارچه 2 کلاه دوخت؟ من به خیال او پی بردم و باز جواب دادم ولی ممکن است. به همین نحو این مرد به سبب پندار ناپاک خود بر تعداد کلاه‌ها افزود و من مرتباً جواب مثبت دادم تا به 5 کلاه رسید. چند لحظه پیش آقا برای گرفتن کلاهای خود آمد و من اینک آنها را حاضر کردم و می دهم، ولی او نمی خواهد مزد مرا بپردازد. حتی مدعی است که من باید یا قیمت و یا عین پارچه را به او رد کنم. سانکو از دهقان پرسید: آیا ماجرا همین است که این مرد می گوید؟ دهقان ساده لوح گفت: بلی قربان، صحیح است. ولی حضرت عالی دستور بفرمایید تا این 5 کلاه را که برای من دوخته است نشان بدهد. خیاط گفت: اطاعت می کنم. و بلافاصله دست از زیر ردای خود بیرون آورد و 5 کلاه را که به اندازه انگشتانه دوخته و هر یک را بر سر انگشتی نهاده بود نشان داد و گفت: قربان، این همان 5 کلاهی است که این مرد ادعا می کند و به جان و وجدان خود سوگند می خورم که
به قدر ناخونی از پارچه او در نزد من نمانده است و حاضرم که کار خود را برای امتحان به خبرگان این فن نشان بدهم تا صدق عرایزم ثابت شود. حضار مجلس از کثرت عدد کلاها و از این شیوه جدید دادخواهی گاه گاه خندیدند. لیکن سانکو چند لحظه به فکر فرو رفت و سپس گفت: این دادخواهی چنان که به نظر من میرسد نیاز به طول و تفصیل و جلسات متعدد رسیدگی ندارد و باید به طور کت خدامنشی حل و فصل شود. بنابراین حکم من در این باره چنین است که خیاط از مزد خود صرف نظر کند و دهقان از پارچه خود و کلاه‌ها را نیز برای زندانیان ببرند و دیگر بحثی نیست. آنقدر که حکم قبلی سانکو درباره بدره چوپان موجب تعجب و تحسین حضار گردیده بود، این حکم باعث تفریح و سرگرمی ایشان شد و همگان بی اختیار به خنده در آمدند. پانویس: حکم سانکو در باره چوپان حکم قبلی نیست، بلکه حکم بعدی و سومین حکم اوست و مترجم فرانسوی در متن ترجمه اشتباه سروانتس را برخلاف امانت اصلاح کرده است. لیکن باید متذکر شد که چنین اشتباهی از یک نویسنده بزرگ بعید است. ادامه داستان. لیکن عاقبت حکم حاکم را اجرا کردند و بعد از آن دو مرد سال خورده به حضور آمدند. یکی از آن دو به جای عصا نعی میان تهی در دست داشت و دیگری که اصلاً عصا نداشت به سانکو گفت: قربان، مدت مدیدی است که من به این مرد محترم مبلغ 10 اشرفی طلا قرض دادم که خدمتی به وی کرده باشم و شرط معامله این بوده است که او عند المطالبه طلب مرا بپردازد. روزها گذشت و من مطالبه پول خود را نکردم، زیرا نمی‌خواستم که برای باز ستاندن این وجه او را به مضیقه‌ای سخت‌تر از مضیقه روز استقراض دچار سازم. عاقبت چون دیدم که این مرد محترم ادای دین خود را فراموش کرده است، من 10 اشرفی را نه یک بار بلکه چندین بار مطالبه کردم، ولی او نه تنها پول مرا پس نمی دهد، بلکه مدعی است که من هرگز چنین پولی به او قرض ندادم و اگر هم داده باشم مدت هاست که دین خود را پرداخته است. من هیچ شاهدی ندارم، یعنی نه برای قرض دادن این وجه و نه برای استرداد آن، زیرا اصولاً مسترد نشده است. اکنون می‌خواستم که حضرت عالی او را قسم بدهید اگر او سوگند یاد کند که طلب مرا پرداخته است، من هم اکنون ذمه او را در اینجا و در روز قیامت بری خواهم کرد. سانکو پرسید: خب پیر مرد اصاب دست، تو در مقابل این ادعا چه جواب می دهی؟ پیر مرد گفت: قربان، من اقرار می کنم که او این وجه را به من قرض داده است، لیکن حال که امر به سوگند محول است، چوب قانون خود را فرود آورید تا من سوگند یاد کنم که دین خود را تمام و کمال و به وجه رایج به او پرداختم. حاکم چوب قانون خود را که در دست داشت فرود آورد و پیرمرد نی به دست عصای نعین خود را به پیرمرد دیگر داد و مانند اینکه عصا ناراحتش کرده باشد از مدعی خواهش کرد که آن را تا وقتی که ادای سوگند می کند برای او نگاه دارد. سپس
دست به سوی صلیبی که بر روی چوب قانون حاکم نقر شده بود دراز کرد و گفت: راست است که مدعی 10 اشرفی مورد ادعا را به من قرض داده است، ولی من سوگند می خورم که این وجه را از این دست به آن دست به او پس دادم و این خطای محض است که او خود را طلبکار می داند و هر لحظه از من مطالبه می کند. آنگاه حاکم شهر از مدعی پرسید که در مقابل سوگند طرف خود چه سخنی داری؟ او گفت: چون بدهکار را مردی نیکوکار و مسیحی مؤمن می دانم، سخنش را باور می کنم و لابد من خود فراموش کردم که این وجه کی و چگونه به من تعدیه شده است و از این پس دیگر از او مطالبه نخواهم کرد. بدهکار عصای نعین خود را پس گرفت و سری به احترام فرود آورد و از تالار حکومت خارج شد. وقتی سانکو پیرمرد بدهکار را دید که بی هیچ قید و بندی پی کار خود می رود و طلبکار را نیز در حال تسلیم و رضا مشاهده کرد، سر به جیب تفکر فرو برد و سبابه دست راست را بر میان بینی و ابروی خود نهاد و چند لحظه به فکر فرو رفت. سپس سر برداشت و فرمان داد تا پیرمرد عصا به دست را که در آن هنگام از نظرها ناپدید شده بود فرا خواند. پیرمرد را به فرمان حاکم احضار کردند و همین که سانکو او را دید گفت: خب مرد عزیز، عصایت را به من بده، مرا با آن کاری است. پیرمرد گفت: چشم قربان، اطاعت می کنم، اینک عصای من، و عصا را به دست حاکم داد. سانکو عصا را گرفت و به پیرمرد دیگر داد و گفت: برو پدر جان، برو به امان خدا، این هم طلب تو. پیرمرد گفت: چطور قربان؟ چه فرمودید؟ مگر این نی 10 اشرفی طلا می ارزد؟ حاکم گفت: بلی می ارزد، و اگر خلاف بگویم بزرگترین احمق جهان باشم. حال خواهید دید که آیا من کله حکومت کردن بر کشوری را دارم یا نه. آنگاه فرمان داد تا نی را در حضور تمام مجلسیان بشکنند و چون شکستند 10 اشرفی طلا در درون آن یافتند. حاضران مجلس همه در بهت و اعجاب فرو رفتند و حاکم جدید خود را تالی سلیمان نبی دانستند. از وی پرسیدند که از کجا فهمیدید 10 اشرفی طلا در درون آن عصای نعین بوده است؟ حاکم گفت: وقتی دیدم که پیرمرد برای ادای سوگند عصای خود را به دست مدعی داد و بعد قسم خورد که 10 اشرفی را تمام و کمال و از این دست به آن دست به وی پس داده است و پس از آن عصای خود را پس گرفت، این گمان به خاطرم خطور کرد که ممکن است مبلغ مورد مطالبه در درون آن عصا باشد. حاکم سپس به گفته چنین افزود: از اینجا می توان چنین نتیجه گرفت که خداوند به کسانی که حکومت می کنند ولو کاملا احمق و نادان باشند، گاهی از اوقات نظر لطف و عنایت می اندازد و ایشان را در قضاوت هدایت می کند و الهام می بخشد. از طرفی من در زمان قدیم از کشیش ده خود حکایتی نظیر این واقعه شنیدم و حافظم به قدری خوب و قوی است که اگر گاهی برای یادآوری مطلبی که می خواهم بگویم دچار نسیان نمی شدم، بیشک اکنون در سراسر این جزیره حافظه‌ای قوی تر از حافظه من پیدا نمی شد. باری آن دو پیرمرد، یکی سرفکنده و منفعل و یکی به طلب رسیده و خوشحال، از در بیرون رفتند و حاضران نیز در اعجاب و تحسین ماندند. ضمناً وقایع نگاری که مأمور بود تا سخنان سانکو را بنویسد و حرکات و اطوار او را یادداشت کند، نمی دانست چه نظری در گزارش خود
راجع به او بدهد و آیا او را مردی احمق قلمداد کند یا حکیمی دانا به شمار آورد. همین که آن محاکمه خاتمه یافت، زنی وارد دارالحکومه شد که مردی را به دو دست گرفته بود و آن مرد جامعی به رسم گلداران غنی و معتبر در بر داشت. زن شتابان می آمد و هر دم فریاد می زد که الامان ای جناب حکمران، الامان، به دادم برسید. اگر در این دنیا داد مرا ندهید، در آن دنیا داد از خدا خواهم گرفت. ای جناب حکمران عمر و جان من، این مرد بدکاره مرا در وسط بیابان غافلگیر کرده و مانند پارچه کهنه و کثیفی در دست خود چلانده است. ای وای بر من بیچاره بدبخت، این مرد هرزه گنجی را که من در مدت 23 سال از دست برد عرب و عجم و خیش و بیگانه در امان نگاه می داشتم رو بوده است. ببینید چه رنجی بر خود هموار می کردم که همواره مانند تنه درخت چوب پنبه قرص و محکم باشم و خود را همچون سمندر در میان آتش و چون پشم در لای خار و خس مسون و محفوظ نگاه دارم و آن وقت این مردک بی اسمت بیاید و دست خود را به ناموس من دراز کند. پانویس عرب و عجم در ترجمه در متن اصلی نوشته است عرب و مسیحی. ادامه داستان. سانکو گفت باید امتحان کرد و دید که آیا دست این مرد جوان آلوده است یا خیر، و سپس رو به سوی آن مرد کرد و از وی پرسید که در قبال شکایت این زن چه میگویی. مرد که منقلب و هراسان شده بود گفت قربان، من چوپان فقیری هستم که خوک میچرانم و امروز صبح، پس از این که بیادبی نباشد، 4 خوک در این ولایت فروختم و میخواستم به ولایت خود برگردم، دم دروازه راهم را گرفتند و از من عوارض و نواقل و مالیات نمک گرفتند و 1000 بازی دیگر به سرم در آوردند که هرگز فروش 4 خوک به این همه اذیت نمیارزد. وقتی به ده خود برگشتم، در راه به این خانم برخوردم و شیطان که برای ایجاد فتنه و آشوب به هر جا سر می کشد و میانه همه را به هم می زند، ما را به هم انداخت و باعث شد که شیطنت کردیم و سر به سر هم گذاشتیم. من آنچه که عرف و عادت و عقل و منطق حکم می کند به او دادم، ولی او راضی نشد و گلوی مرا گرفت و مرا رها نکرد تا به اینجا کشید. حال ادعا می کند که من به جبر و عنف با او طرف شدم، ولی من قسم می خورم که این زن دروغ بگوید و حاضرم که در محضر جناب عالی نیز ادای سوگند کنم. این بود شرح کامل ماوقع که بی کم و کاست عرض کردم و حتی ذره ای از آن را نینداختم. حاکم از وی پرسید که آیا پول درشت همراه داری یا نه؟ چوپان گفت بلی قربان، در حدود 20 اشرفی نقره در ته بدره چرمین خود دارم. تانکو فرمان داد که چوپان بدره چرمین را از جیب خود بیرون آورد و با محتویات آن به شاکیه تسلیم کند. چوپان بر خود لرزید و اطاعت کرد. زن بدره را گرفت و سپس 1000 بار در برابر حاکم و حاضران مجلس سر به تعظیم و احترام خم کرد و به درگاه خدا و برای عمر و عزت و تندرستی حاکم دعا کرد که چون این پشتیبان یتیمان است و به داد نیازمندان می رسد، و سپس از دارالحکومه خارج شد و بعد از آن که اطمینان حاصل کرد که در میان بدر سکه های سیم است، آن را به دو دست محکم نگاه داشت و به یک کار خود رفت. همین که زن
از تالار محکمه خارج شد، سانکو به چوپان که زار زار می گریست و چشم و دلش به دنبال بدر رفته بود رو کرد و گفت: مردک، حال به دنبال آن زن بدو و بدر را به زور و به رغم میل او بازگیر و او را نیز با خود به اینجا بیاور. خوشبختانه مخاطب سانکو نه خر بود و نه کر، بدین جهت مانند برق در پی اجرای فرمان دوید. همه حاضران مجلس مات و متحیر مانده بودند و انتظار نتیجه این محاکمه را می کشیدند. چند لحظه بعد مرد و زن در حالی که بیش از دفعه اول به گریبان هم آویخته و به هم گلاویز شده بودند بازگشتند. زن دامن پیراهنش را بالا زده و بدره را در لای لیفه خود پنهان کرده بود. مرد با خشم و حدت هرچه تمامتر می کوشید که بدره را از او بازگیرد، ولی این امر میسر نمی شد، زیرا زن با هرچه در قوه داشت از خود دفاع می کرد و هر دم فریاد می زد که در دنیا و آخرت مشغول و ذمه من باشید اگر به دادم نرسید. آخر جناب حکمران ملاحظه فرمایید که بی شرمی و بی باکی این دزد راهزن تا به چه پایه است که در داخل شهر و در وسط کوچه معترض من شده است و میخواهد بدره ای را که به امر حضرت عالی به من داده است پس بگیرد. حاکم پرسید: خب، آیا توانست بدره را از تو پس بگیرد؟ زن گفت: چطور بدره را پس بگیرد؟ سگ کی باشد؟ به خدا اگر جانم را هم می گرفت کیسه را نمی توانست بگیرد. این هنوز خیلی کوچکتر از آن است که بتواند چیزی از من به زور بگیرد. مرغی که انجیر می خورد نوکش کج است. پانویس در متن اصلی نوشته است: باید گربه های دیگری غیر از این احمق نفرت انگیز به طرف گلوی من رها کنید. ادامه داستان. گاز و مقراز و چکش و تخماق کافی نیست که کسی بتواند چیزی را از چنگ من بیرون بیاورد و حتی چنگال شیر درنده نیز از این کار عاجز است. بیرون کشیدن جان من از بدن آسان‌تر از بیرون کشیدن بدره سیم است. مرد گفت: راست میگوید. الحق که من لنگ انداختم و اقرار میکنم که زور بیرون کشیدن بدره از چنگ او را ندارم. مرد این بگفت و دست از گریبان زن برداشت. آنگاه حاکم رو به زن کرد و چنین گفت: ای قهرمان دلیر و پاک دامن، اکنون آن بدره را به من نشان بده. زن فوراً بدره را به حاکم داد و او نیز آن را به مرد تسلیم کرد و به آهنگی نرم و مطبوع به زن که خود را مظلوم می دانست گفت: خواهر، اگر نیمی از این غیرت و همیت و زور و قوتی را که برای دفاع از این بدره سیم از خود نشان دادی برای دفاع از تن و ناموس خود ابراز می داشتی و حتی اگر کمتر از نیمی از آن همه جوش و تلاش را هم به کار می بردی، زور بازوی هرکول نیز قادر نبود به تو تعدی کند و ناموس تو را به زور و عنف برو باید. برو به امان خدا، ولی خوش نیامد. و بدان که حق سکونت و اقامت در این جزیره را تا شعاع 6 فرسخ اطراف آن نداری، وگرنه به 200 ضربه تازیانه محکوم خواهی شد. چرا معطلی؟ به تو میگویم برو. ای زنک لوند قهبه هرزه دزد بدکاره. زن با وحشت و هراس بسیار سرفکنده و خجل ولی قرولند کنان و ناسزاگویان از در بیرون رفت. آنگاه حاکم رو به مرد کرد و گفت: برو ای مرد عزیز، به امان خدا به ده خود بازگرد و پول خود را نیز
همراه داشته باش، و اگر میخواهی که از این پس پولت را از دست ندهی، سعی کن به هوس نیفتی که سر به سر کسی بگذاری و با کسی شوخی کنی. مرد چوپان به سادگی و ناپختگی تمام از جناب حکمران تشکر کرد و رفت. حاضران بار دیگر از قضاوت و از احکام حاکم جدید خود مات و مبهوت ماندند. جریان این قضایا به وسیله وقایع نگار مأمور دارالحکومه یادداشت و پاکنویس شد و عیناً برای اطلاع جناب دوک که با بی‌صبری تمام منتظر آن بود ارسال گردید. باری بهتر آنکه سانکوی مهربان را در اینجا بگذاریم و بگذاریم، زیرا می‌خواهیم هر چه زودتر به نزد اربابش که از نغمه‌های شبانه و عاشقانه آلتیزیودور به شور و هیجان آمده است بازگردیم.